نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه 22 محرم و جمعه 23 سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیش، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در شرح آیه شریفه نهم سوره هجر، ما این قرآن را نازل کرده ایم و قطعا از آن حفاظت خواهیم کرد فرمودند، وعده خدای عزوجل فقط نسبت به حفظ قرآن کریم است و اراده خدا در این خصوص تنها نسبت به قرآن تعلق پیدا کرده و تضمین کرده که در آن دست برده نشود و نسبت به دیگر کتب آسمانی چنین وعده‌ای نداده است. ایشان در ادامه دلیل تحریف سایر کتب آسمانی را امتحان الهی عنوان کردند و فرمودند، همان گونه که انبیای الهی و اولیای الهی را کشتند و اینها امتحان الهی بود، دست بردن در سایر کتب آسمانی هم نوعی امتحان الهی بوده است، چرا که خدای عزوجل تضمین نکرده که بر سر انبیا و اولیا بلا نیاید. معظم الله با اشاره به آیه 42 سوره انفال، هر که هلاک شدنی است بعد از اتمام حجت هلاک شود و هر که لایق حیات ابدی است به اتمام حجت به حیات ابدی رسد فرمودند، ریشه ارسال رسول و انبیای الهی و تمام احکام همین است و همه چیز مورد امتحان قرار خواهند گرفت و خدای عزوجل این امتحان را در مورد کتب آسمانی مقرر فرموده، اما نسبت به قرآن کریم بالخصوص قرار نداده است. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه با بیان این که تمام کتب آسمانی که از جانب خدا آمدند همانند قرآن تبیان هستند فرمودند، اینکه چرا کتب دیگر آسمانی مانند قرآن حفظ نشده، این مطلب تأویل شده و در این خصوص روایاتی از پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین نقل گردیده است. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام را کشتند اما ولایت ایشان باقی ماند و یکی از تفاوت‌ها میان قرآن و سایر کتب آسمانی که در روایات هم به آن اشاره شده، حفظ قرآن که در رابطه با قرآن تضمین و در مورد آنها اشاره نشده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این وعده خدای عز و جل نسبت به حفظ، نسبت به قرآن کریم، نسبت به کتب دیگه همچی وعده نیست، امتحانه. فقط اراده خدای عز و جل نسبت به خصوص قرآن تعلق پیدا کرده به اینکه این دست توش برده نشه. اما مثل که انبیا رو کشتن امتحان بود، اولیا رو کشتن امتحان بود، کتب آسمانی دیگه دست توش برده شده، امتحان. میدونم، اما خب نشده دیگه، نشده نسبت به این تضمین شده، منافات نداره. مگر انبیا اولیاء خدا نیستن؟ خدا تضمین نکرده بلا سرشون نیاد. ریشه اصلا خلقت و ارسال رسول و انبیا و احکام تمامش لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه امتحانه. وقت این امتحان در کتب آسمانی را خدای عز و جل نسبت به قرآن کریم بالخصوص قرار نداده که دست توش برده بشه.